خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت‌های عالی که خداوند به ما میده. خدا رو شکر میکنیم برای خداوندی که بر ما نظر داره. شکر میکنیم برای خدایی که احتیاجات قوم خودش رو میدونه. این مطلبی که خدا در قلب من مدت‌ها گذاشته بود و خواهرنسرینم اشاره کردن که در ادامه همون مطلب قبلی که روح القدس ادامه بدیم، آمین، که خداوند با روح خودش ما رو با قوت تازه، با روح تازه، با مسح تازه ملبس کنه تا اینکه خواست و اراده او و نقشه های او در کلیسای مجیدش به قوت روحش باشه نه قوت انسانی. میخوام یه کوچولو فقط اشاره بکنم به مطلبی که دفعه پیش که بدونیم در چه مسیری داریم میریم اشاره بکنم که خلای انسان در کجا بود. خدا انسان رو شبیه خودش آفرید و درختی رو در باغ قرار داد، گفت از این نخور، اگر بخوری میمیری. شخصی اونجا پیدا شد به اسم مار که یک ایده دیگه به آدم داد و گفت نه، اگر بخوری مثل خدا میشی. حوا به شباهت خدا بودن قانع نبود، دلش میخواست مثل خود خدا بشه، بنابراین تصمیم گرفت از آنچه که خدا ممنوع کرده بخوره و این باعث شد که از حضور خدا رانده بشه و خلایی در این انسان به وجود بیاد که این خلا نبودن روح القدس در انسان بود. گفتیم در پیدایش باب 6 آیه 3 میگه که روح من دیگر در انسان نخواهد بود، چون که این انسان غیر فانی فانی شده. و به خاطر همین خدا از همون اول برای نجات انسان فکر کرد، برای نجات انسان تصمیم گرفت که این انسان رو با روح خودش دوباره متولد بکنه تا بتونه برگرده خونه و تا بتونه رویاهای خودش و نقشه‌های خودش رو که از خلقت انسان کشیده بود پیاده بکنه. برای همین باز همون کار اول رو تکرار کرد، روح خودش رو بر خاک دمید، بر رحم مریم که گفت تو از خاک هستی و به خاک برخواهی گشت. در اونجا آدم دوم متولد شد، عیسی مسیح با روح خدا، و گفت هر کس توبه بکنه، ایمان بیاره، از روح خدا دوباره متولد میشه. و دیدیم که در یوحنا باب 3 به نیقودیموس میگه تو همه شریعت رو انجام دادی اما تا از روح خدا متولد نشی وارد ملکوت خدا نخواهی شد. در انجیل مرقس باب 1 میبینیم که شخصی به اسم یحیی میاد و میگه که من اومدم شما توبه کنید، تعمید بگیرید، اما به این علت توبه بکنید و تعمید بگیرید چون که شخصی میاد که شما رو با روح خودش پر میکنه. پس اولین پیغام این نبود که میاد شفا بده، میاد آرزوهای دل شما رو برآورده کنه، میاد کمبودهای شما رو پر بکنه، بلکه این شخص میاد تا از روح خودش شما رو پر بکنه. و دیدیم که وقتی عیسی مسیح به میان آمد با هدایت روح میگه به بالای کوه رفت به هدایت روح و روح خدا همچنان اونجا با او نیز بود و فرشته های خدا که چطوری او رو خدمت میکردن. وقتی که خداوند شروع به کار میکنه خلای انسان رو میدونست که چیه، نبودن روح القدس، و همین نبودن روح القدس در انسان باعث شده بود که انسان سعی بکنه که با اعمال مذهبی، با کارهای مذهبی خدا رو خوشنود بکنه، اما باز نمیشد چون که کلام خدا میگه خدا روح هست و جز به روح القدس تو نمیتونی که او رو پیروی بکنی. در وقتی که عیسی اومد میگه با اعمال و زندگیش ثابت کرد که همون کسی که باید بیاد و تعمید روح رو بده. در مرقس 16:17 میبینیم که خداوند میگه روح القدس رو دریافت خواهید کرد و این آیات و معجزات همراه شما خواهد بود، دیوها را بیرون خواهید کرد و به زبانهای تازه
سخن خواهید گفت. پس ما با نگاه کردن به زندگی خودمون میتونیم ببینیم که چقدر روح خدا در ما کار میکنه. ما زمانی که توبه میکنیم، ایمان میاریم، از روح خدا متولد میشیم. چون عیسی به پتروس هم گفت تو اگر فهمیدی که من عیسی پسر خدای حی هستم، بدون که این رو روح القدس بر تو مکشوف کرد. اما این فقط کافی نبود، بعد از اون پری روح القدس بایست می شد. از روح القدس متولد شدن و در همون جا موندن زندگی روحانی ما رو راکد نگه می داره. نگاه می کنیم می بینیم طرف توبه می کنه، تعمید می گیره و بعد از یک مدتی همچین در رکود می مونه. بعد از یک مدتی احساس میکنه حوصله کلام خوندن نداره، احساس میکنه کلام رو نمیفهمه، احساس میکنه که همه چی داره یواش یواش براش عادی میشه. برای اینکه بعد از اون باید اون شخص بشینه در حضور خدا، از روح خدا هر روزه پر بشه. کلام خدا میگه هر روزه از روح خدا پر بشید. کلام خدا ما رو دعوت کرده تا به قدرت روح القدس آیات و معجزات از یکایک ما صادر بشه، نه اینکه یه سری خادم از روح خدا پر بشن، وقت بگذارن و ما فقط برای تسلی، فقط برای یک مقدار پر شدن از سراغ خادمین بریم، ولی در خلوت خودمون هیچ ملاقاتی با روح القدس نداشته باشیم. انجیل یوحنا باب 14 از آیه 15 تا به آخر عیسی مسیح راجع به این روح القدس صحبت میکنه. میگه من باید برم، باید، تا روح القدس بیاد. در عهد عتیق ما شخصیت یهوه رو میبینیم، بیشتر راجع به یهوه صحبت میشه، یهوه دیده میشه. در عهد جدید در اناجیل بیشتر عیسی دیده میشه، ولی وقتی که عیسی میره بیشتر روح القدسه و ما باید بیشتر با خدای روح القدس مشغول باشیم. وقتی که در انجیل یوحنا باب 14 آیه 15 الی آخر نگاه میکنیم، دقیقا نشون میده که اگر ما روح القدس رو هر روز پر نشیم، مثل بچه های یتیم در خداوند زندگی خواهیم کرد، مثل ایماندارهایی خواهیم بود که هیچ قدرتی نداره، مثل ایمانداری خواهیم بود که کم کم احساس میکنه که خب این مسیحیت هم یه چیزی مثل همون خدای قبلیه. یواش یواش میبینی که مثل یک گدا به حضور خدا میره، مثل یک التماس که خدای اینو بده اونو نده، اینو ببند اونو باز کن، و کم کم خب احتیاجات هم که هیچ وقت تموم شدنی نیست. دقیقا احساس میکنه که انگاری که فقط خداها عوض شده، زندگی همون زندگی، شخصیت همون شخصیته و راه ها همون راه هاست، به خاطر اینکه هر روز از روح خدا پر نمیشیم. در عهد جدید عیسی مسیح همونطوری که یحیی میاد فوکوس پیروانش رو روی عیسی مسیح میذاره، عیسی مسیح هم که وقتی میاد فوکوس ما رو روی روح القدس میذاره. عملا میگه من باید برم تا او بیاد. در یوحنا 20:22 وقتی که عیسی مسیح از مردگان برمیخیزه، میاد نزد شاگردانش و کلام میگه که به شاگردانش دمید و گفت روح القدس رو بیابید. اولین کاری که مسیح بعد از قیام با شاگرداش کرد این بود که روح القدس رو بر اونها بدمه. کلام خدا میگه در ایام آخر معلمین کذبه و نبیهای کذبه زیاد خواهم بود، چرا که مشغول دانشگاه‌های الهیات میشن اما وقت کافی برای ماندن در حضور خدا و دریافت روح القدس برای هر کاری نیست. به یاد میارم روزی که برگشتم به این کلیسا، خواهر نسرین گفتن که حتی اگر یک نفر یک لیوان آب این جلو میاره، باید واقعا خدمتش با هدایت روح القدس باشه و این کار رو با قوت روح القدس، با اون روح خدا انجام بده. و واقعا ما در هر خدمتی اگر پیشا پیش از روح خدا پر نشیم، خدمت ما ثمره نخواهد داشت و خدا رو هم خوشنود نخواهد کرد.
آنا دختر بیلگراهام میگه که در آمریکا خیلی کلیساها هستن که ثروتمندن، خیلی فعالیت‌های مسیحی دارن، خیلی خرج‌ها میکنن برای اینکه مسیحیت در دنیا انشعاب پیدا بکنه، اما روح خدا این کلیساها رو ترک کرده. اپرا یکی از کسانی که کلیسا داره حتی، ولی روح خدا در اون کلیساها نیست، عمل نمیکنه. خیلی هم خرج میکنن. البته نه که من بگم، خیلی از کلیساهای زنده و پر از روح القدس میدونن که دیگه حداقل میتونن تشخیص بزنن که کدوم کلیساها کدوم تعلیمات با روح خداست کدوم نیست. بنابراین اگر که ما از روح خدا هر روزه پر نشیم، اگر هر روزه از روح خدا پر نشیم، نمیتونیم راه‌ها و طریق‌های او رو ادامه بدیم. این روزها میبینیم تو کلیساها افراد میان توبه میکنن، تمید میگیرن، ولی بعد از اون فقط شرکت در جلسات و کم کم میبینیم این افراد در میان ما نیستن. یا اینکه افراد میبینی که مرتب احساس میکنن اگر روان درمانی بشه، خدا رو شکر برای روان درمانی ها، ولی روان درمانی یه کاریه که شما خالی میشی اما ظرف بعدش باید پر بشه. اگه وقتی شما روان درمانی میشید خالی میشید، همه چیز از لعنت ها، از ضعف ها، از درد ها، از مشکلات، وقتی خالی میشید اون لحظه خیلی احساس خوبیه. من خودم یادم میاد که هر وقت میرفتم میشه بردرهای، میگفتم بردرهای وقتی که از اینجا برمیگردم میدونی شبیه چی هستم؟ شبیه اون در آخر ملاکی میگه مثل گوساله‌ای که جست و خیز میکنه. میگم گفتم انقدر من شاد از اینجا میرم مثل اون گوساله همینطور در حال جست و خیز کردن و پریدن میرم خونه، و واقعا اون شادی میاد، اون آرامش میاد. اما پری روح القدس سهم ماست. یادم میاد تو کلیسای ایران وقتی افراد توبه میکردن، بلا فاصله هفته یک روز در کلیسا جلسه بود فقط راجب ملاقات با روح القدس. فقط دعا برای این بود که آیا روح القدس رو یافتی؟ آیا دریافت کردی؟ پس مرتب شما باید در این جلسه شرکت بکنید که از روح خدا پر بشید. حتی تعمید هم نمیدادن. من یادم میاد برادرم یک سال خورده بود که میومد کلیسا، ولی چون تعمید روح القدس نداشت هنوز تعمیدش نمیدادن. نه، اینقدر مهمه که ما چقدر وقت برای دریافت روح القدس و ملاقات با روح القدس بگذاریم. کلام خدا میگه هر روزه از روح خدا پر شوید. چرا؟ برای اینکه کلام رو بفهمیم، برای اینکه خوانده شدگیمون رو بدونیم. عطایای روح القدس و ثمرات روح القدس، این گنج‌های آسمانی که برای ما آماده شده، فقط به وسیله روح القدس میتونیم دریافت بکنیم. چرا پس توبه کردیم، ایمان آوردیم، این آیات و معجزات نیست؟ چرا مسیحیت فعلی تعداد کمی هستن؟ یا خادمین هستن یا شبانان هستن، ولی اعضای کلیسا چرا از آیات و معجزات پر نیستن؟ چرا بعضی اصلا به زبانها هم صحبت نمی‌کنن؟ من البته رو زبانها تکیه خاصی دارم. کلیسایی رو تو آمریکا ملاقات کردم که اینا در هفته یک روز فقط از صبح تا شب خادمین اصلا به زبان مادری دعا نمی‌کنن. از صبح تا شب میشینن به زبانها دعا میکنن و چه اسراری باز میشه، چه حتی اتفاقاتی که در جلو میخواد بیفته پیشا پیش روح القدس خبر میده، حتی تصادف ها، و خیلی پربرکته. این دلیل بر این نیستش، همونطور که خواهر نسرین هم اضافه گفتن، که اگه کسی به زبان ها صحبت نکنه دلیل بر اینست که روح القدس رو نداره. ولی اونجا که خداوند اشاره میکنه که شما آیات و معجزات و سخن گفتن به زبان ها، نه، که این هم نشانه پری روح القدس، یه هدیه که خداوند میده. ممکنه بگیم که خب خیلی از افراد هستن که ما هستن افرادی که تا صحبت از زبان ها میکنی به جای که بودا برن تو اتاق بگن ای خداوند منم میخوام، مثلا من خودم این کاری کردم، وقتی تو کلیسا شنیدم رفتم تو اتاقم و گفتم من اینو میخوام، اگه میشه این تو نوشته من میخوام. حالا اینا چه جوری گرفتن من نمیدونم، ولی من اینو میخوام. ولی خب خیلی هم بودن که
میرفتن کلیساهای دیگه تحقیق میکردن ببینم مثلا اگر فلان کشیش داره که خب دا باید منم داشته باشم، اگر نداره پس ولش کن زیاد اصرار نکنم. اگر مثلا آقای ساسان توسلی صحبت نمیکنه بر فرض، بس من دیگه اصلا اینو نگیرم. کلام خدا میگه زبانها شخص رو بنا میکنه. ممکنه خیلی افراد هستن که از یه خانواده های خیلی راحت، توی خانواده راحت به دنیا آمدن، اون دردها، اون سختیها، اون اصلا خراب نشدن که بنا بشن، خیلی تو زندگی های خوبی بودن، خیلی استعداد دارن، خیلی چیزهایی دارن که برای خداوند بگذارن. اما این ما از جایی میاییم که هم تو خانواده ها خراب شدیم، هم تو جامعه خراب شدیم، داغون شدیم، نه هم تو فرهنگ هایی بودیم که خیلی زخمی شدیم. برای همین کلام خدا میگه زبانها شخص رو بنا میکنه، نبوت کلیسا رو بنا میکنه، ولی زبانها شخص رو بنا میکنه. و من ایمان دارم خیلی از چیزای خراب ما در درون ما حتی بعد از روان درمانی باید در حضور خدا بشینیم و از خداوند بخوایم که خداوند این زبانهایی که تو میگی شخص رو بنا میکنه به من بده، برای که من باید بنا بشم. من نمیخوام برم جون خادم رو بگیرم، بالاخره یک جایی هم حالا یه بار، بار دوم چی؟ دوباره خالی میشی؟ نه؟ حالا بار دوم روان درمانی، بار سوم چی؟ نه؟ اینه که روح خدا از درون ما رو بنا میکنه و این چیزی که خدا برای ما مهیا کرده. ثمرات روح القدس حق ماست، گنجیه که خداوند از آسمان برای ما ترتیبش رو داده، آماده است، مهیاست. یا عطایای روح القدس اصلا فقط مال خادمی نیست که بگیم خدا رو شکر خواهر فلانی این عطا رو داره من ندارم، بودیم بریم سراغ، خب راحت تره، خیلی راحت تره که ما بودیم سراغ مهره ها، همطور که از اول خب عادت داشتیم که حتی یادم بیاد به مادرم وقتی قرآن رو میخوندم دونه دونه براش میگفتم، هر چیزی که من میگفتم بودو بودو میرفت سراغ حسن آقا پیشنواز محله، میگفت هر کی هر چی چون بجه من همون قبول دارم. میگفتم بابا من دختر تو هم، من دلم برای تو میسوزه، من دلم نمیخواد حلم خانم تو جهنم بری، اون که این خیالش نیست که اصلا. من به تو چیزی نمیگم، من میگم فقط تو بشین من دونه به دونه اینا رو برای تو بخونم، چون که گفتم اون چی که تو میخونی معنیشو میدونی چیه؟ گفت من چه سواد ندارم. عجب بپرسه. گفتم خب سواد نداری، 7 بچه با سواد به تو داده مادر، بذار بشینم فقط معنی این قرآن رو برای تو بخونم، هیچی نمیخوام، چون خدا به تو میگه من 7 بچه دادم، اگر تو به این ایمان داری بذار برات بخونم. نه؟ ولی بالاخره اگر آخر سر حسن آقا تایید میکرد که میکرد، اگر نمیکرد که دیگه از حسن آقا بپرسم بچه ببینم اون تیویجه. اگر حسن آقا تایید میکرد گوش میکرد، اگر نه که دیگه یواش یواش خوشبختانه حسن آقا هرچی میگو به نفع من میشد، آخر سر اصلا نمیرفت دیگه از اون سوال بکنه. نه؟ بنابراین روح خدا اینها رو برای ما مهیا کرد، ما حسن آقا ها نداشته باشیم تو کلیسا. این حق ماست، این واقعا حق ماست. من خدا رو شکر میکنم برای کلیسای ایران، نه این اینترنت ها بود، نه خادمین برجسته بود که بودو هم برن سراغ اونا، اگر برده ادوار یا برده هاک جواب نداد بودو هم برم تو اینترنت، آهان یه جواب موافق دل خودم پیدا کردم، برای که اینم کشیشه دیگه، اینم تو اینترنته دیگه، اینم داره اینو میگه پس ولش کن، اگر اینم اینو میگه، اگر اینم نداره پس من این رو نمیخوام. اکیسه خودتون رفته. زبانها شخص رو بنا میکنه، زبانها هدیه‌ای که خداوند داده. من به یاد میارم، نمیدونم خواهر ویولتو میشناسین که دخترشون یک دست نداشت، تازه ایمان آورده بودم، گفتم زبانها رو تو خونه خودم گرفته بودم، نه؟ و روزا جاریه ایشون بود، ما یک شب با روزا و دمیس و فامیل اینا نشستیم تا صبح و شهادت دادیم، خودم اونا آشوری بودن، من از زمینه فارس اومده بودم، از زمینه اسلام اومده بودم، براشون خیلی جالب بود وقتی که اینا توبه کردن ایمان آوردن بعد اومدن خونه ما. حالا من 6 ماه بود ایمان دار بودم، اینا مثلا خب
خیلی وقت می اومدن و می رفتن. خدا رو شکر تو خوره ما اینها تمدید روح القدس گرفتن. بعد خواهر وایلتی که از اون کسایی بود که رفته بود کلیسای انجیلی هم و سر مسئله زبان ها، بعد اینا منو بردن خونه ویولت که ویولت دعا میکنه باور کن تو هم میگیری و فلان. وقتی که من شروع کردم به زبان ها، من آشوری بلد نبودم و من شروع کردم به زبان آشوری پرستش کردن. من نمیدونستم. خواهر ویولت گفت شما از کجا یاد گرفتی زبان آشوری رو؟ گفتم نه من بلد نیستم. گفت تو به زبان آشوری پرستش کردی؟ گفتم نه اون زبان ها بوده و اونجا روح القدس رو دریافت کرد. نه تنها شما رو بنا میکنه، بلکه هر کجا برین نه تنها شما رو بنا میکنه، بلکه باعث بنای دیگران نیز میشه. باز تو کانادا توی کلیسایی بودم که به زبان ها صحبت نمیکردن. وقتی من اونجا دعا میکردم، کشیش کلیسا گفت منم دارم کلاس عبری میرم و میخوام که عبری یاد بگیرم. بعد گفتم ای چقدر خوب، خوش بالید، منم خیلی دوست دارم ولی فکر نکنم یاد بگیرم. گفت تو به زبان عبری داشتی پرستش میکردی ولی احترام داشت به دعای من. نه؟ گفت تو به زبان عبری پرستش میکردی؟ گفتم نه اون به زبانها بود و این خیلی تو فکر فرو برد. یه وقتا میبینید همون جا به یک جایی به زبانها صحبت میکنید و اون شخص رو مشتاق میکنید به اینکه او برای دریافت روح القدس، پوری روح القدس و صحبت کردن به زبانها. یه وقت میبینی که تو کلیسا به زبانها صحبت میکنی، خداوند پیغامی برای کلیسا داره، همونجا یک مترجم پیغامی رو برای کلیسا میده که باعث بنا و بلند شدن کلیسا میشه. زبانها شخص رو بعدا بنا میکنه. کتاب افسوسیان کتابیه که خیلی راجع به روح خدا صحبت میکنه. البته صحبت کردن راجع به روح القدس و پوری روح القدس انقدر وسیعه که ایمان دارم که خانسیم بارها و بارها تعلیم دادن و تعلیم هم خواهند داد، ولی من فقط واقعا تو قلبم بود که یک مقدار کلیسای خداوند به خصوص خواهران، خب مطمئنم از خواهران خیلی چیزا پخش میشه جاهای دیگه و سرایت میکنه، راجع به این که هر روزه از روح خدا پر بشیم. هر روز که خونه میایم بیرون، اول یه وقتی برای روح القدس بگذاریم. یه روز برادر ادوارد میگفتش که بالای کشتی رو معلومات وقتی زیاد باشه بالای کشتی سنگین میشه و میگفت وقتی بالای کشتی سنگین بشه چپه میشه. طرف میگه قد اطلاعات دارم، قد معلومات دارم. بعد میگه بابا 20 سال ایمان آوردی، 30 سال ایمان آوردی، 10 سال ایمان آوردی، آخه بعد چرا اینقدرم ثبات داری ولی بعد چرا چپه اینقدر چپ میشی همش؟ به خاطر اینکه هر روزه از روح خدا پر نمیشیم. کلیساهایی که چپ میشن چون از افراد کلیسا از روح القدس پر نمیشن. فقط خادمی نباید هر روز از روح خدا پر میشن. تک تک ما وظیفه داریم که هر روزه در حضور خدا پر بشیم و از روح خدا پر بشیم و از روح خدا پر بشیم. اگر از روح خدا پر نشیم همدیگر رو زخمی میکنیم. اگر از روح خدا پر نشیم تسلی نمیتونیم همدیگر رو بدیم. اگر از روح خدا پر نشیم نمیتونیم درد همدیگر رو درمون بکنیم، چون که کار شخص سوم روح القدس بعد از مسیح این بود که در ما با قوت عمل میکنه. واقعا اگه من خودمو میگم، خودم یه وقتایی میبینم انقدر کم میارم و بارها کم آوردم. یه وقتایی برگشتم به سالهای گذشته، ای چرا اینطوری شده، دیدم اون وقتی رو که همین اواخر داشتم با خود صحبت میکردم که خداوند کجای کار میلنگه، گو برگرد عقب. دیدم انگاری که به همون روح قانع بودم، انگار که همین کافی بود. یه زمان نگاه کردم مثل بشکه‌ای که نشری داره. این نیستش که یه جا دارم تخت گاز میرم همه چی اوکیه. نه، حتی تخت گاز هم که بریم، هر روز صبح که از خواب بلند میشیم باید از روح خدا پر بشیم. هر کجا میریم باید از روح القدس بپرسیم بریم. حتی جاهایی رفتم خدمت کردم صدمه دیدم چون با روح القدس نرفتم، چون ازش نپرسیدم اصلا برم یا نرم. رفتم کار خوب کردم و رفتم تسلی دادم، بدتر خالی شدم. طرف هم که پر نشده برگشتم اومدم، تازه یه صفحه یک کتابم پشت سرم بوده. بعد گفتم ای
عجب، من این همه زحمت کشتم، این همه رفتم، این همه گفتم، این همه، و خدا نشون داده که تو با پری روح القدس نرفتی. تو هر روز باید پر بشی، هر کجا میریم باید هر روز اول پر بشی. میگه گناه دیروز برای دیروز کافیه. بعد از ست وقتی میپرسید امروز از کلام خدا چی داری، میگفتیم وقتی یه چیز رو میگفتیم میگه این که مال هفته پیش بود که، این که مال دیروز بود که، این که مال پریروز بود که، اصلا کارش این بود که هر ایمانداری رو ببینیم میگه خب امروز از خداوند چی داری. اگر هر روز از خدا نداریم، مشکلمون اینه که هر روز از روح خدا پر نمیشیم. برای اینکه او باید به ما غذای اون روز ما رو بده، او باید طریق رو ما رو مهیا کنه، او باید اون روز راه های ما رو مهیا کنه، اون روز باید روح القدس به ما بگه که کجا میخواد از ما استفاده کنه، او باید به ما بگه که آنچه که دیروز کردی امروز حملش نکن، بذار امروز من چیزهای تازه برای تو دارم. تک تک ما اگر از روح خدا، اگر از روح خدا پر نشیم، کلیسا اونطور که خداوند میخواد پیش نخواهد رفت. اگرم تا به امروز مونده، من این رو به شما به جرأت میگم، به خاطر اون خادمین، به خاطر شبانان، به خاطر رهبرا، یا به خاطر خادمینی که هر روزه در حضور خدا ایستادن، از روح خدا پر شدن و دعا کردن که خداوند من پر شدم دارم میرم، ولی کلیسای تو هم از روح خدا پر بشه، تا به امروز به قوت اونا باقیست. ولی ما هر کدوممون تک تک اگر بدون پری روح خدا بیرون نریم، ملاقات هم دیگه نریم، یا خدمت برای خدمت بدون پری روح خدا بریم، کلیسا رشد نمی کنه. پر میشه، نشری داره، دوباره خالی میشه، دوباره یده میرن یده میان، دوباره یده میرن یده میان. و مشکل از اینه که پر که نشیم یه جا میبریم، خسته میشیم. روان درمانی ها اثر نخواهد کرد، موعظه ها اثر نخواهد کرد. موعظه خیلی جالبه، ولی وقتی که میریم خونه، به یاد میارم کلیسای ایران بعد از موعظه، چون کلیسای خودمون بود، اگه کلیسا تا به حال نداریم، آیا اشکالش نیستش که ما هر روز از روح خدا پر نمیشیم؟ چون وقتی خدا کلیسایی رو میده، انتظاراتی هم داره، نه؟ یه کلیسای بزرگ میده، یه کارهای بزرگ میخواد، نه، یه حرکتهای بزرگ میخواد. ولی وقتی که ما هر روز برای زندگی عادی خودمون از روح خدا پر نمیشیم، اونجا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه کاری انجام بدیم دیگه، نه، کارهای بزرگ. پر شدن از روح القدس، فکوس ما بعد از عیسی روی روح القدس، چیزی که خداوند در این دوران میخواد. کتاب افسوسیان کتابیه که خیلی تاکید میکنه راجع به روح القدس. من فقط چند تا آیهشو برداشتم. افسوسیان 3:16 میگه دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسانیت باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند باشید. آمین. چی گفت؟ یه بار دیگه بخونم. دعا می کنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند باشید. آیا این نمیارزه که هر روز وقت بذاری من روح خدا پر بشی؟ نمیارزه؟ از باطن، اون انسانیت باطنی ما زمانی میمیره که روح القدس در ما پر بشه. هرچی روح خدا در ما بیشتر رشد بکنه، جلال خدا رو ظاهر خواهیم کرد، قوی خواهیم شد. افسوسیان 4:3 با سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی که از روح هست به مدد رشته صلح حفظ کنید.
اگه ترک کلیسا هست، اگه قبول کردن دیگران نیست، اگر پذیرفتن ضعیفا با به قول برادر آلبرت دل دوزاب و کسایی که رفوزه شدن و کسایی که به حساب نمیان و کسایی که اصلا آدم حساب نمی شدن پیش کاهنین و پیش فریسی ها، چون عملا رد شده بودن. نه شما الان حساب کنید 3-4 بار توی یک کلاس رد بشید. خب خواهر نسرین میگن که خب شما فعلا چون خیلی رد شدی در این قسمت بهتره که نباشید. یه روح القدس بیاد به ایشون بگه که نه، با اینکه رد شده من میخوام در این قسمت بذارم. و 100% شده همچی چیزی که بارها خودشون گفتن که استثناهایی هست چون روح القدس گفته. اینا رو رد کردن، درستم رد کردن، مطابق کلام رد کردن، قانونا رد کردن، ولی مسیح آمد اونا رو برداشت. چرا؟ چون میدونست که وقتی روح خودش رو به اینها بده، اونها همون کار رو میکنن که کاهنین نمیتونن بکنن. مشکل اگر ما ترک میکنیم، مشکل مردم نیستن، مشکل خود مایی. اگر از روح خدا پر بشیم، کلام خدا میگه، میگه اگر با تمام سعی بکوشی تا آن یگانگی که از روح است، یگانگی که از روح است، به مدد رشته، به مدد رشته صلح حفظ کنید. آخرین آیه که میخونم افسوسیان 3:5، رازی که در نسل‌های گذشته بر آدمیان آشکار نشده بود، آنگونه که اکنون به واسطه روح بر رسولان مقدس او و بر انبیا آشکار شده است. روح القدس نه تنها کمک میکنه که شما کلام رو بخونید، نه تنها کمک میکنه که کلام رو بفهمیم، نه تنها کمک میکنه که صلح بر ما صلح کننده باشیم، ما همش صلح بکنیم، نمیگه دیگری صلح بکنه، ما صلح کننده باشیم، بلکه میگه رازهایی رو آشکار میکنه که پیشینیان آرزوشو داشتن که رازهای کلام رو بفهمن. اگر خواهری، شبانی، خادمی رازی رو برای شما عنوان میکنه، دلتون به رازهایی که خادمین به دست آورده خوش نباشه، چون یک روزی همون رازها هم برای شما خسته کننده خواهد شد. دل ما خوش نباشه که دیگران وقت میگذارن، از روح خدا پر میشن، اسراری رو برای ما میارن، اما ما همش یه روزه خون داریم که برای ما روزه بخونن و ما تسلی بیابیم. این اراده خدا برای کلیسای زنده و مجیدش نیست. اراده خدا، خواست خدا برای کلیسای آلفا اومگا، اینو به طور خاص میگم، که تک تک ما از روح القدس پر بشیم. برای که میبینیم ملاقات ها رو، میبینیم شهادت ها رو، میبینیم افراد ملاقات شدن، تعمید گرفتن، نه توبه کردن، توبه میکنن، باز هم توبه میکنن. چرا بعد از 3 روز دیگه اون خوشی نیست؟ چرا بعد از 3-4 روز دیگه اون ملاقات نیست؟ چرا بعد از چند روز اون اتفاقی که اون ساعت و اون لحظه افتاد نیست؟ برای اینکه اون ملاقات که ما اینجا میکنیم، بعدش باید بریم از روح خدا پر بشیم، والا خالی شده. خداوند میخواد که بیشتر از هر چیزی به این نکته که شاید سالها فراموش کرده باشیم، شاید سالها زیاد روش فوکوس نکردیم، فوکوس بکنیم، چون زحمت کشیده میشه، پیغام آورده میشه، پیغام ها خیلی عالیه، به خصوص یک شنبه من واقعا برکت یافتم. اما اگر نمیتونید دعا کنید در تنهایی، و
فقط زانو بزنید، هر روز از روح خدا پر بشید. اگر نمیتونید کلام رو بخونید، زانو بزنید از روح خدا پر بشید. فقط بگید خداوند رو میخوام از روح تو پر بشن. اگه پر نمیشید، روح خدا میاد و موانع رو به شما نشون میده. تجربه داشتم تو جلسه دعا با برادر ادوارد، داشتیم از 6 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر میرفتیم هفته یک روز، و گفت روح القدس اینجاست، میخواد شما رو پر کنه. و من میدیدم اینجاست ولی داخل نمیشه، چون رفته بودم برای همین. گفت اگر داخل نمیشه ازش سوال کنید که چرا روح القدس در شما داخل نمیشه. و سوال کردم و به من نشون داد، توبه کردم و روح خدا ریخت. بیایید هر روز روح القدس پر بشید، این حق ماست. این سفره‌ای که گسترانیده شده برای ما آماده است، و ما اگر از روح خدا پر نشیم، نه تنها مفید نخواهیم بود، بلکه مثل بالون‌هایی هستیم که به خادمین آویزون بشیم، اونا رو هم پایین میکشونیم. خادمین هم یک مقدار میتونن وقتی ببینن خودشون فرو برن، کیسه ها رو چکار میکنن مثل بالون، یواش یواش کنار میزنن، بعد میگن ای برای ما وقت ندادن، برای ما اینجوری نکردن. نه، مشکل اون نبود که وقت ندادن، مشکل اینه که چرا هر روزه نمیشنیم از روح خدا پر بشیم. اگر از روح خدا پر بشیم، گناهان ما آشکار میشه، توبه میکنیم. اگر همطور که گفتم از روح خدا پر نمیتونیم بشیم، سوال بکنیم. یه تجربه هفته پیش خواهر ما لادن گفت گلوی من گرفته بود و نمیتونستم حتی توبه کنم، نمیتونستم دعا بکنم، و اونجا روح القدس به من گفت اگر تو اون بهش گفتم به خواهر لادن گفتم اینو اینجا الان به یادم اومد که بگم، حتی بعضی وقتا توبه هایی که نمیشه چون بر اساس احساسه، بر اساس روح خدا نیست. دیدی میگی توبه کردم، میگه الان توبه میکنم، الان یه اتفاق میفته، ای توبه هم کردم رفتم تو خونه هیچ اتفاقی نیفتاد، برای که نفهمیدی چیکار باید بکنی. برای که اگر اونجا توبه میکرد بر اساس احساس بود و همون جوری هم میرفت، ولی اونجا روح القدس بود، چون قبلش التماس میکرد، گریه میکرد، اشک میریخت، روح القدس صدا میکرد بیا یه کاری بکن. برای که اصلا باور نداشت بعد از این توبه آزاد بشه و بره، اصلا باور داشت خواهد، اصلا باور نداشت، میگفت این توبه هم مثل توبه های دیگه است. ولی اونجا روح القدس، حتی روح القدس چون صدا کرده بود، گلی او رو گرفته بود که بر اساس احساس خودش توبه نکنه، بفهمه واقعیت چیه. و واقعیت این بود که این احساس رو باید رو صلیب میگذاشت، این احساس رو باید زیر پای مسیح له میکرد، و به اون واقعیت که در قلب اوست، که روح القدس در قلب او ساکنه، به او توجه میکرد و این احساس رو سرکوب میکرد. وقتی که هر روز از روح خدا پر بشیم، خدا اشکال رو هم به ما نشون میده، مشکل رو به ما نشون میده. بیایید برای اینکه بار نشیم برای خادمی، همکار بشیم، هر روزه از روح خدا پر بشیم. آمین. خدا برکتتون بده.